شنونده عزیز، مجددا خدمت شما عرض سلام و وقت بخیری دارم. خوش آمدین به این بخش از برنامه. همونطور که قبلا اشاره کردم، مهمانان عزیزی در برنامه با خود داریم. جناب آقای اکرمپور، عبدالحکیم اکرمپور، یک تن از حقوقدانان در برنامه با خود داریم. میخوایم که امروز روی نفقه صحبت بکنین، و قبل از اینکه من سوال مطرح کنم روی پیرامون موضوع، جناب استاد اکرمپور رو در برنامه خوش آمدید عرض میکنم. استاد، خیلی خوش آمدید در برنامه. تشکر از شما و سلام خدمت شما، دستاندارکاران تلویزیون، بخش تکنیکی و بینندگان عزیز که ما رو بیننده هستند. سلام و خسته نباشید، به خدمت همه تقدیم میکنم. ممنون از شما. علیکم سلام و رحمت الله. بیننده عزیز، با جناب استاد اکرمپور میخوایم روی نفقه صحبت بکنیم. این که نفقه چه تعریف میشه، اسباب وجوب نفقه چی ها میتونه باشه، و حکم شرعی نفقه زوجیت چه میتونه باشه، و ما سبب وجوب نفقه زوجیت رو چه چیز میدانیم، چه شرایطی وجود داره که باعث وجوب نفقه زوجیت میشه، و زنهایی که نفقهشان ساقط میشه کیا هستن، و در ادامه هم میخواییم که موارد دیگری روی نفقه وی که چگونه نفقه باید پرداخت بشه، تحت چه شرایطی، بحث های مفصل با جناب استاد داشته باشیم. جناب استاد، اگر اصطلاحاً و لغتاً و اصطلاحاً نفقه یک تعریفی به ما و بیننده ما داشته باشیم. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نفقه در لغت به معنی متعدد آمده. یکی از معانی نفقه به معنای هلاکت یا مرگ که از ریشه نفوقه. مثلا عربا میگن نفقت الدابه، یعنی همی چارپا یا حیوان هلاک شد. یکی دیگر از معانی نفقه رایت شدنه، رواج پیدا کردن، رایت شدن. مثلا اصطلاح عربایی که میگن نفق بیع و فلان، یعنی بیع یا فروش فلان چیز رواج پیدا کرد. و یکی از معانی دیگر نفقه به معنای فقیر شدن و از دست دادن مال و اینایه، که این هم عربا زیاد استفاده میکنن، میگن انفق الرجل، یعنی مرد فقیر شد، نادار شد. و یکی دیگر از معانی نفقه که مورد بحث ما و شمانه و مجازن به اطلاق میشه، نفقه عبارت از نمون مالیه که یک شخص به افراد دیگری به مصرف میرسانه. این میشه معنی که ما شما با کار داریم و معنی مجازی هست. این یک معنی نفقه اینه. و در اصطلاح فقها نفقه به چهار چیز اطلاق شده: به طعام، مسکن، لباس و تداوی. یعنی یک نفر یا یک شخص وقتی از خانم خود یا از اقارب خود، هر کس که برای از او لباس تهیه میکنه، مسکن تهیه میکنه، خوراک تهیه میکنه، تداوی از او میکنه، این جمعی چهار چیز جمعی یک چیز میشه. این به اصطلاح فقهی نفقه میگن. نفقه میگن. بله بفرمایید، ادامه بدید. و چنانچه در ماده 118 قانون مدنی افغانستان هم همچنین یک تعریفی آمده، که این چیزی که فقها گفتن. متن ماده به این شکله که میگه نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن و تداوی متناسب به توان مالی زوج. بسیار نیک. از تو صادق، حالا به شما اشاره کردیم که به طور عام میتونیم کسی که مکلفیت داشته باشه برای پرداخت طعام و مسکن و اینا جزء نفقات است. چه وسیله یا چه سببی یا اسباب وجوب نفقه چه چیزا میتونه باشه؟ در کل چیزی که هم قانون گفته و هم فقه میگه، سه چیز باعث وجوب نفقه میشه یا نفقه رو واجب میکنه. یکی نمی روابط زوجیته. زمانی که عقد نکاح صحیح بین یک خانم و مرد منعقد میشه، نمی رابطه زوجیت باعث از این میشه که شوهر مکلفیت پیدا میکنه که نفقه خانم رو باید پرداخت کنه. یکی دیگه از اسبابی که باعث وجوب نفقه میشه قرابته. مثلا رابطه یا قرابت بین پسر و پدر، خواهر و برادر و غیره. که اینا مثلا اگر پسر، فرض بگیریم که اگر پسر فقیره، توان مالی نداره، مریضه، اینجا به گردن پدر لازمه که بعد پسر چی؟ نفقه رو بده. و یا اینکه اگر فقط پسر معتو و مجنونه، به این صورت ها پدر مکلفیت داره که نفقه پسر بده. و از خانم تا وقتی که به سن ازدواج میرسه، مثلا پدر مکلفیت داره که نفقه از او بده. این وجوب نفقه یا این سبب وجوب نفقه از طریق قرابته. و یکی هم از طریق ملک.
که قبلا در صدر اسلام ما و شما بحث های غلام و کنیز داشتیم که مثلا اگه یک نفر یک کنیز دو کنیز هر تعدادی که می داشت خب مکلف بود که باید نفقه از نرم باید پرداخت میکرد. و حتی اگه به شرایط امروزی الان نفقه تنها برای خانم و برای انسان ها نیست، خب حیوانات هم نفقه باید برنا داده بشه. اگر کسی مثلا گوسفند داره، گو داره به غیره، خب در قسمت از اینکه اینا باید حفاظت بکنه، نگهداری بکنه، برای اینا غذای درست آماده بکنه، برای اینا سرپناه و جاهای درست برای بودواش در زمستان و در تابستان آماده بکنه، این مالک مکلفیت داره. یک واجبه و گردن زو هست که در قسمت یمی حیوانات تحت ملکیت خود رسیدگی بکنه، که این هم یکی از روابط یکی از اسباب وجوب نفقه به گردن شخص میشه. بسیار نیک، خیلی ممنون حضرت استاد. اگر لطف کنیم روی حکم نفقه زوجیت رو بگیم صحبت بکنیم، چی حکم میتونه به خود داشته باشه؟ خب نفقه زوجیت قبلا که گفتیم به اساس عقد صحیح به وجود میآید بین مرد و زن، این هم به آیات ثابته، هم به احادیث ثابته، هم اجماع امت از صدر اسلام تا الهال تمام فقها به این نظر هستند که نفقه به گردن شوهر واجبه. ما اگر مثال های از یا آیات از قرآن ذکر بکنیم، مثلا در یک قسمت خداوند جل جلاله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و علی المولود له، یعنی بر پدر، مولود له یعنی کسی که طفل بخواد، طفل بلد. یعنی بر پدر لازم است که بده رزقهن، خوراک و طعام مادران را، که اینجا هن اشاره به سوی مادران، و کسوتهن و لباس آنها را بده. پس اینجا از این آیه فهوا، از این فهوا یا محتوای آیه این قسم فهمیده میشه که روزی دادن یا طعام دادن و پوشانیدن یا لباس دادن اینا جزء مکلفیت های مرده که به خانم آماده بکنه. و اگر ما باز بیاگه آیه دیگه ای که در سوره طلاق که در قسمت زنهای مطلقه الله جل جلاله میفرمایه اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، شما زنان مطلقه را در وقتی که اونا در چی هستن، در عدت طلاق هستن، در جایی که خود شما سکونت میکنین به اندازه توان خود اونا را هم سکونت بدین. پس ببینین وقتی آیه میایه یک زن مطلقه را مکلف میسازه مرده که یک زن مطلقه را برای مسکن تهیه بکنه، این چیزی اولا و بهتر از این که کسی که در قید نکاح، خانومی که در قید نکاح یک مرده مکلفیت داره که نفقه از اون مسکن از اون تهیه بکنه. و احادیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم روایات وجود داره که هست، مثلا یکی در قصه داستان حجت الوداع در خطبه حجت الوداع که جمع 130 هزار کم و بیش از صحابه اونجا حضور داشتن، پیغمبر خدا آخرین خطبه خود را که خوندن در یک قسمتی از خطبه گفتن که ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، اشاره به تمام صحابه کردن، به تمام مسلمان ها، که زنها، زنان بر شما حق روزی یا نفقه روزی یا مو خوراک دارن و حق پوشش و یا لباس دارن به طریق معروف. پس از فهوای این حدیث فهمیده میشه که هر خانم به گردن شوهر خود حق داره که باید هم برای ازو البسه تهیه بکنه و هم امو روزی و یا امو خوراک ازو آماده بکنه بده. و همچنان یک حدیث دیگه که در سنن ابی داود آماده میگه هند خانم ابی سفیان در قسمت از اینکه ابی سفیان در نفقه ازو کوتاهی میکرد یا نمیداد، آمد پیش پیامبر خدا شکایت کرد و پیامبر خدا برای هند گفتن که خوزی من مالیه بالمعروف ما یکفی کی و یکفی بنیک. تو یا به هند میگه تو از مال شوهرت، از مال ابی سفیان به اندازه‌ای که کفایت خودت و اولادهایت را بکنه به طریق معروف بگیر و مصرف کن. بس ایم یعنی اشارتاً میرسانه که نفقه زوجه به گردن شوهر لازمه و واجبه که باید نفقه بده. و اجماع امت را هم که قبلا خود شما بحث کردیم و گفتیم که از صدر اسلام تا حالا تمام فقها اصحاب مذاهب همه به این نظر هستند که نفقه زوجه به گردن زوج واجب و باید پرداخت. سپاس حضرت استاد، ممنون، تشکر. ما میخوایم شروطی را هم اگر لطف کنین ممنون میشیم که شروط وجوب نفقه زوجیت چیست؟ شروط نفقه زوجیت سه چیزه، چیزی که در فقه اینا ذکر شده سه چیزه، که یکی
نمینه که عقد باید عقد نکاحی که بین مرد و زن بسته میشه و عقد نکاح صحیح باشه. یعنی عقد نکاح فاسد یا عقد نکاح باطل نباشه. یکی از شروط همینه که بعد خانم به تحت در عقد نکاح صحیح به ازدواج مرد آماده باشه. دیگه اینه که خانم برای معاشرت زوجیت آماده باشه. یعنی چی معنی؟ یعنی خردسال نباشه. اگر مثلا یک نفر میره با یک طفلی به طور مثلا یک دختر 10 سال یا مثلا 9 سال ازدواج میکنه، چون اینجا همی خانم یا همی طفل یا همی دختر آمادگی برای معاشرت یا روابط زوجیت نداره، نفقه هم به گردن شوهر لازم نیه یا واجب نیه. دیگه ای که حق احتباس، یعنی نمی که زن خور مکلف بدانه که در خانه شوهر زندگی بکنه و محدود کنه زندگی خور به خانه شوهر، ای باید به یک سبب غیر مرتبطی تلف نشه و از بین نره. این ای سه شرط باید موجود باشه که یک خانم مستحق نفقه بشه. اگه یک از نا یا هر سه از نا فوت میشه یا از بین میره بالاخره وجود نداره، دیگه باز خانم مستحق نفقه نمیشه. سپاس از شما، تشکر. اگر جناب استاد لطف کنیم بفرمایید که حالا چه زنهای نمیتونن نفقه مطالبه کنم، یا نفقه زنهایی که ساقط میشه کدام های هم؟ بله، خب موضوع خوب اشاره کردیم. خب قبلا ما و شما راجع به شرایط وجوبی نفقه صحبت کردیم که اون سه چیز بود. خب هر زنی که از این سه شرط خارج بشه، طبیعتا حق نفقه از ساقط میشه و دیگه او حق نفقه به گردن شوهر نداره. فقها این زنها رو به 7 کاتگوری تقسیم کردن که یکی از این زنها نمی خانم معقود علیها به نکاح فاسد. چون ما شما قبلا یکی از شروط گفتین که باید عقد به نکاح صحیح صورت گرفته باشه، به نکاح به عقد صحیح صورت گرفته باشه. اگر عقد فاسد باشه، این در صورت با زمو خانم حق یا استحقاق نفقه حق نفقه به گردن شوهر نداره. کاتگوری دوم از خانم هایی که حق ساقط میشه یا حق نفقه به گردن شوهر نداره، اینه که خانم صغیره باشه، غیر مشتهات اصطلاحات فقهیه، یعنی خانم خردسال باشه، هنوز به آمادگی و استعداد و آمادگی روابط زوجیت و زن و شوهری نداشته باشه. دیگه ای هم حق از ساقط، یعنی حق به گردن شوهر نداره که شوهر برای نفقه پرداخت کنه تا زمانی که ای کلان میشه و سن رشد میرسه و بعد میای به خانه شوهر. خب کاتگوری سوم زنان محبوسه، بدون اینکه در کار از او شوهر کدام دخل داشته باشه، به اثر یک جرم یا جرمی که انجام میده محبوس میشه. زمانی که این زن محبوس میشه در ایام حبس، دیگه او حق نفقه به گردن شوهر نداره تا زمانی که آزاد میشه و پس برمیگرده به خانه شوهر میای. کاتگوری چهارم زن مغصوبه یا اختطاف شده. یک خانم اختطاف میشه، حالا یا از طریق اقارب خود یا از طریق افراد دیگری، در ایامی که او اختطاف شده و مفقوده، او حق نفقه به گردن شوهر نداره. حق نفقه از او ساقط میشه تا زمانی که پس او مشکل حل میشه و برمیگرده. و کاتگوری پنجم از زنایی که حق نفقه از نا ساقط میشه، زنیه که او زن مسافره، مسافر میگن، بدون شوهر و هدف سفرم، هدف اصلیش زنه که به خاطر منافع خود سفر میکنه، اینم حق نفقه به گردن شوهر نداره. و در قسمت حج از امام ابو یوسف صاحب یک روایت هست، میگه که چون حج یک مسئله ای که هر کس باید به حج بره و حج ادا کنه، توان مالی که پیدا میکنه، در این قسمت حق نمو اقامتی که تا زمانی که میره حج میکنه و پس میاد، همون حق اقامتی که اونجا میمونه، همون مصارف اقامت، همون امام یوسف صاحب گفته که شوهر باید پرداخت کنه. دیگه مصارف حج باز به گردن خود خانم که خود مصارف خود پرداخت کنه. پس یکی زن مسافره، سفر باعث از این میشه که چی؟ او حق نفقه ساقط بشه، به خاطر از اینکه همون منافع شوهر تلف میشه. و گروه ششم از زنانی که اونا حق نفقه از ساقط میشه، خانم های شاغله، خانمی که در بیرون کار میکنه یا قسمتی از روز یا تمام روز در بیرون کار میکنه. البته در حالتیه که
خانم شوهر موافقه نداشته باشه. مثلا شوهر به خانم گفته باشه که تو نرو بیرون کار نکن، به خانه بشین کار خانه رو بکن، به از اطفال سرپرستی کن، من نفقه پیدا میکنم. ولی این نشوزت میکنه، مثلا میگه نه باید برم بیرون کار کنم، اطاعت از امر شوهر نمیکنه. در این صورت حق نفقه ازو ساقط میشه. اما اگر در صورتی بود که باز شوهر رضایت داشت، موافق بود به اینکه خانم بره در بیرون کار بکنه، در این صورت باز حق نفقه پابرجا هست و شوهر باید پرداخت کنه. و گروه هفتم انمی خانم های ناشزه، نافرمان. باز فقها آمدن خانم ناشزه در متون فقهی به این شکل تعریف کردن که هی التی خرجت عن طاعت زوجها بدون عذر شرعی. یعنی خانم ناشزه کسی است که او بدون عذر شرعی از اطاعت شوهر خود بیرون میشه، نافرمانی میکنه، اطاعت ازو نمیکنه. که اطاعت میتونه در چند موارد باشه. یکی از موارد اینه که زن بدون یا زوجه بدون عذر شرعی به خانه شوهر نمیایه. امتناع ورزم، من با خانه شوهر نمیرم، زندگی نمیکنم، من به خانه پدر خواستم یا خانه شخصی از خود خودارم هستم یا خانه برادر خواستم، اگر زوج میخوای با ما زندگی کنه بیای پیشم، به خانه شوهر نمیره. این یک نشوزته. و به این مسئله اگر خانم پافشاری میکنه، اون حق نفقه ساقط میشه دیگه، حق نفقه به گردن شوهر نداره دیگه. که بدون اجازه شوهر یا بدون مجوز شرعی او از خانه بیرون میشه میره، بدون از اینکه از شوهر اجازه بگیره که با کجا میره یا نمیره، یا بدون از اینکه شرعاً به جو اجازه باشه که بیرون بشه یا نشه. این مورد هم یک عامل نشوزته که فقه تعریف کرده. این عامل نشوزته و این باعث از میشه که حق نفقه از او ساقط بشه و دیگه حق نفقه به گردن شوهر نداشته باشه. خیلی ممنون، تشکر، لطف کردین، مهربانی کردین. تشکر از شما، سلامت باشید. تشکر از شما که ما رو تا این دم همراه بودین. به ختم برنامه امروزی خود همچنان رسیدیم. این بود برنامه امروز که بنده با جمع همکاران خود خدمت شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر از طریق پرده تلویزیون شما را به عزت منان بسپارم. شاد و موفق و پیروز باشید.